چه روز خوب و قشنگی، نمیشه نگی نخندی، تو خودت کافی هستی واسه هر نبردی. با تلاش با اراده میشه سختی یا ساده، تو خودت آرزو کن میشه هرچی آماده. شادی نزدیک، پس بیا نبینم خسته هستی یا یه قدم تا یکی شدم ده هشتاد با شستی یا شادی نزدیک، پس بیا نبینم خسته هستی یا یه قدم تا یکی شدم ده هشتاد با شستی یا شستادی یا بدود. عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان، سروران گرامی، منت گذاشتید سر ما، تشریف آوردید مسابقه جذاب شستادیا و همچنین شما عزیزان توی منزل در کنار خانواده. امیدوارم که این مسابقه جذاب رو ببینید به افتخار خودتون. فوت وقت بریم سراغ عزیزانمون، شرکت کننده های عزیز. معرفی کنید خودتونو. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا انصاری. بفرمایید قربان. یوسف پاشازاده. آقای پاشازاده، عالی. بفرمایید. به نام خدا. مهدی مالمیر. آقای مالمیر عزیز، کجا کار میکنید عزیزان؟ ما آتش نشانی. آتش دل انشالله. من زنده باشم. من نوکرتون. سپاسگزارم. درجی. خب بفرمایید قربان. سلام عرض می‌کنم. متین پاشازاده. آقای پاشازاده. بله. نسبتی هم که نداری با پدرم. تشابه اسمی. بابا بابا. واسه تشابه اسمی. بله بله. عزیز دلمون. با عرض سلام و خسته نباشید. حسین کنعانی هستم. آقای کنعانی عزیز. عزیز دلمون. علی انصاری هستم. آقای علی انس. تشابه فامیلیه. با رضا انصاری که تشابه. بابا حسن ها. به افتخار پسر و پدر. تو من نمیدونم چه چیز خنده داری میگم تو میخندی. اگه من تو آب نکردم تو رو. خودم رو شفتم. نه بذار
شده کار رو بده کارها رو بل کرده لونه کرده بریم سراغ معرفی این مرحله از بازی به نام چاله چوله این شما و این صفحه نمایشگر ما چاله چوله در بازی چاله چوله هر نفر با رفتن برای یکی از چهار گزینه به سوالات پاسخ می‌دهد. در صورت پاسخ اشتباه شرکت کننده به چاله می‌افتد و نفر بعدی به سوال مطرح شده پاسخ می‌دهد. با هر پاسخ درست امتیاز آن سوال دریافت گردیده و سوال بعدی پرسیده می‌شود. خب نوبتی هم که باشه نوبت حضور نماینده شصتی هاست روی سکو تا ببینیم به سوالها چجوری پاسخ بفرمایید قربان بفرمایید آقای انصاری پدر آقای علی انصاری اولین سوال در پویا نمای کوکو نام موسیقیدان اسطوره کوکو چه بود؟ یک میگل دو دلا کروز پاپا جولیو جان اردودومسیا دلا کروزه چیه؟ دو دوه؟ دلا کروز مطمئنی؟ میگه دو دیگه مهتی دلا کروزه دلا کروزه دو مطمئنی؟ دو مطمئنی مهتی؟ آره دلا کروزه دو جان ارگه یکه میگه عوض دو نه دو میگه نه میگه نه دو نمیخوای با سه عوض کنی؟ نه بابا نه بابا نه دست نده بابا نیست ای جان تشبیرش بفرمی نه اینو من دیدم دلا کروز دلا کروز دلا کروز موسیقی دام خب نماینده هشتادی ها چه عزیزی میخواد بیاد بالای سکو رو بفرمایید آقای پاشازاده عزیز ده سوال جان مایه و مفهوم بویانمایی باربا پاپا چه بود؟ یک انتقال پیام های اخلاقی به کودکان دو انتقال پیام های زیست محیطی به کودکان سه احترام به پدر مادر چهار هیچ کدام بود پنج گزینه پنج یکی از کارتون ها و پویا نمایی های درجه یکی در شخصی ها این از این بار با پاپا عوض می شود سه شیش سه بپر سه برو بچه هم در این در زمانه دسته خوشحالی داره واقعا من نمیفهمم آقای پاشازاده خوشحالی بود آقا یوسف پاشازاده چرا میخندی عزیز دل خب بیا بفرمایید بفرمایید آقای انصاری برسونید حواستون من موندم آخه با بچه دقت سال از دهشتی های خندان جذاب درجه یک کدام واژه ها صفات نسبی هستند؟ یک زیبایی خوابالود دو گذشته فراموشکار سه آسمانی دروغین چهار گلندود آب دیده نسبت داده میشه نسبت داده زیبایی گذشته زیبایی زیبایی یک آقا یک زیبایی صفات نسبی زیبا خوابالوده صفاتی که نسبت داده میشه بین عزیزان دهشتی جدله که کدام هم گزینه رو آسمان نیست زمان رو دست نداره سه الان هشتادی ها خندیدن به شما خیلی متین نگاهتون کردن
نه عزیزم چی گفت بیاید بالا بفرمایید همونجا تشریف داشته باشید تا عزیز دلمون از گروه اشدادیا ببینیم چه عزیزی میاد سوال دومشون رو پاسخ بده بفرمایید آقای کنعانی بله خوشتیم شغلت چیه من فعلا محصلم محصل درود به همه محصل قربان شما زنده باشید کتاب زاد المسافرین مکاتیب زاد العارفین به ترتیب از چه کسایی؟ برای چی میخندید؟ اسمش خسرو عبادیانی مولوی خواجه عبدالله انصاری خواجه عبدالله انصاری مولوی ناصر خسرو عبادیانی سه صنایع غزنوی عطار خواجه نصیرالدین طوسی چهار خواجه نصیرالدین طوسی عطار صنایع غزنوی بعدی. آقای کنعانی عزیز بخیر گذشت نماینده بعدی گروه محترم شصتیا با تجربه ها آب دیده ها از سال سه ما جواب عزیز دلمون آقا یوسف پاشازاده پدر آقا متین پاشازاده کدام گزینه از آثار و نوشته های هوشنگ مرادی کرمانی نیست یک شما که غریبه نیستید دو خمره سه قصه های خوب برای بچه های خوب چهار قاشق چای خوری مطمئن نیسته یوسف یوسف میگن سه سه یوسف سه 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 مطمئن نیست سه من نشیده ولی سه سه میگن سه 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 برو سه برو سه آقا برو سه یوسف سه برو یه وقت نمو تو برو ماشاءالله سه باریکالله باریکالله آقای کنعانی داستان پویا نمایی بینوایان اقتباسی از اثر کدام نویسنده است؟ یک ویکتور هوگو دو هانس کریستیان اندرسون سه آستریک لین گردن سال بعدی از یوسف پاشازاده از دهشتی های عزیز نام شخصیت تبهکار در پویا نمایی اولیور تویست چه بود؟ یک واگین دو چارلز آیزنشتاین چهار هیچ کدام هیچ کدام نبود؟ چهار مطمئنی؟ نیست هیچ کدام مطمئنی؟ اولیور تویست؟ ببین یوسف دیدی دیگه بلدی مطمئن بچه ها چهار 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 سریع کرد گزینه درست واگین واگین بود دفعه درست بود سال بعد از حسن آقا کنعانی این پویا نمایی توانست رقبای خود در گلدن کلوب و اسکار را شکست دهد و جایزه بهترین پویا نمایی سال 2016 را دریافت بگو یک ماداگاسکار دو در جستجوی نمو سه شرک چهار زوتوپیا بگو تو که کارتون دیدی
یکی وایسا با کی شما 4 دو تا 2013 4 زمانو در نظر بگیری وایسا زمانو در نظر بگیری وسه زمانو در نظر بگیری کی گفت چه سوالی آسونی بود؟ اشتباه رسوندم برو بالا، مهتی جان برو سه تا سوال داریم برسیم آخر آقای مالمیر، آتش نشان، این آتش افروخته در گروه شصتیارو ای خدا خود خاموش کن با جواب درست. داستان هتل ترانسیلوانیا از کجا شروع میشه؟ از ساختن هتل ترانسیلوانیا، از مرگ مادر میویس، از تولد میویس 4 هیچ کدا، از مرگ مادر میویس. اگر جواب داد من اسمم عوض میکنم. تو این هم همین نمیفهمه من دقیقا دارم دو رو میگم و دو حیاتیه و نمیگم یه درست از مرگ مادر میگیسته ولی نمیگیره. اگر احتمال زیاد گزینه درست هم انتخاب میکردید ولی مردود اعلام میشد، چون زمان خیلی تو این مسابقه و این مرحله مهمه. زمان رو نباید نه تو زندگی از دست بدید نه تو این مسابقه. نفر بعدی از گروه هشتادی ها آقای علی انصاری، رضا بابا که افتاد چاله ببینم پسر چه میکنه. شخصیت اصلی پویانمایی دور دنیا در 80 روز چه نام داشت و چه حیوانی بود؟ یک ویلی فاک، روباه، ریگودون، گربه، ویلی فاک، شیر، ریگودون، پلنگ. یک مامان میگه سه. سال بعد از گهشتی چاله‌نشینان خوشنشین با خیال راحت رفتن تو چاله ها، دارن نماینده خودشون یعنی فرزند آقای انصاری عزیز دلمونو نگاه میکنن و سال فقط از گروه هشتادی ها مونده. من بودم سرم هم مینداختم پایین. قدیمی ترین آثار سفالی جهان در کجا پیدا شده است؟ یک مصر، دو چین، سه شهر سوخته، چهار روم. برو دیگه اینه بافتن دیگه برو سه. چین بود اشتباه بود دیگه نمیرسی شهر سوخته ای وای نمیدونستم. نه خیر، چین بود. چین جواب درست چین بود. باید اعلام کنم با توجه به 6 چاله نشین چاله فرو رفته هنوز پایان نیافته، سالها کلی سال داشتیم، گروه شصتیا پدران دوتا عزیز در گروه هشتادی، دستاتون رو ببرید بالا. نامه اعمالمون
200 امتیاز سهم کردن برای خودشون. اما فرزندان با کمک انگشتان من 500 امتیاز. پس برنده این مرحله گروه 80 هستند. با تشویق شما و همدلی دوستان که همدیگر رو از چاله های مختلف مثل چاله های زندگی کمک کنن، مدد بدن، در بیارن، میریم سراغ مرحله بعد بازی 80 به عنوان در به در. همدیگر رو دریابید. ممنونم از این شور و اشتیاق و تشویقای بی‌نظیر. اون بچه نیفته از اون بالای خود دلهره داریم. میریم سراغ این مرحله جذاب به نام در به در. امیدوارم هیچ کس تو این سرا، در این مرز و بوم، در این کشور در به در نشه. بگید الهی آمین. مسابقه در به در تو دو تا زمان 3 دقیقه اتفاق میافته. عزیزان تو هر مرحله هم مهاجمن هم مدافع. این برچسبا چیه؟ این برچسبا یه به عنوان مثال ده شستی ها وقتی که مدافع میشن، بذار من از وقتم استفاده کنم اینا رو در اختیارشون بذارم. اگه کم و زیاد بود به هم دیگه قرض بدید. 30 عدد برچسبه. این برچسب رو شما باید به مهاجمین بزنید. شما هم وقتی که مدافع شدید، بابا اینا چیز یعنی دوستان عزیزان اومدن مهاجم شدن، شما مدافعین باید به اینا بزنید. هر کی هر گروهی بیشتر برچسب بزنه که امیدوارم تا آخر من نمیدونم چه چیز خنده داری میگم تو میخنده میخوام میخنده ملوغش مثل ما انشالله همیشه خندون باشه. هر گروهی بیشتر برچسب بزنه اون برنده است. عزیزان دهه‌شصتی ما از کارکشته ها هستن، بلدن کارشونو. خب نه آقا خط نشون نکشید. بریم سر جامون. شما مهاجمین برید سر جاشون، شما هم برید جاگیرشید. بفرمایید ببینم چیکار می‌کنید. عزیزان تشویق کنید دوستون رو. ایدوی اون تکیشت یه بنده نیست. دوستان حسین کنعانی بادی 60 رفت. فوتبال نیست ولی حسین نرو، حسین نرو برو 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 چه تشویق میکنم حسین برو حسین برو بای حسین چی بهش بگم مکین را علیه علی انصاری را علی انصاری که پدرش رضا انصاری مقابل سره حیاتی علی انصاری رضا انصاری منتظر شد آفرین برو مکین مکین پاشازاده پدرش اونجا یوسف پاشازاده پدرش به چه کسی هست بکنم نه نه کجا بسید برو ایش بنام یه مکین پاشا زاده برو بالا تکیز کن آخ آخ کردم اینا با خودی روستا خطا یعنی یاد به نفت بسید بگو در دکتو در دکتو موازه با این داره این داره یاد نره مکین این داره عزیزم امیدوارم این زندگی این جنگ رو گل نکنید. اون جنگ که باید وارد بشید وارد بشید. اون جنگ که باید سرو برید سرو برید. نه هر جنگ رو گل نکنید. علی نمیدونه خودم برداره سانیا رو دوست داره همه گرمت و صورت 57
متاسفانه پایان این بازی. خب شمارش امتیاز ها. شما اون چیزی که دیدید سه نفرشون خطا کردن، یعنی افتادن تو آب یا از در خروجی بیرون نیومدن. به همین خاطر 9 امتیاز به نفع دوستان شستیمون. بفرمایید من بشمارم. 9 خالی تا اینجا. بفرمایید. 10 11 اینم یه ذره. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 نه بیست و سه اینجا که اینو ندیده بودم کلک اجازه بده بیست و چار یکی هم اومده جمعه رو چنده بودم نه نه چند شده عجب بابای هستی تو عجب بابای هستی همه سالی اونم تو اصلا به بچه خودتم برچسب میزنی میشماری یه بکم کنی 24 تا ببینیم این عزیزان چی کار میکنن. خب اینا 30 تا برچسبه. میدونم اصلا دوست نداری تو عمرتون به کسی برچسب بزنید ولی ناچاری دیگه کاملا میزنم. آره بشماری 30 تاست. شاید بعضی مثلا 10 تا 12 تا باشه، بعضی 6 تا، بعضی 7 تا. 6 تا تقسیم کنیم بین هم دیگه. آماده ای؟ آره. بری سر جاتون. شما هم بری جاگیر شید، من سوتو بزنم. سریع‌تر دوستان. مهدی حمله کن. مهدی رفتی. مهدی اولین در رو وارد شد، دومی سومی مطاق رد شد. مهدی میدونه باید چرا کنه، این حال میره. من نمیدونم چرا پیزشت بیزشتی میده. نه اگه میخوام خونکاره بزنم باید دو دهی هشت شدی. برو آقا جان برو. یوسف را یوسف را پاشا زده. امیدوارم گم نشه و ما حضراتش رو نکنم. چرا اومدی اینجا؟ ما همون مرد رو بگو برو بادا. فقط امیده عزیزان دستی رزن شدیه. رزن شدی به سر با اینم تو ماشوال داره تو ماشوال داره. شما هم مثلا آتش نشانی، شما کار بلدی، ولی یه عیدی هم داره آتش نشان ها. اصولا فکر نکنم از راه اون چیزایی که همیشه معموله برم. مثلا یه جایی اگه حریق اتفاق بیفته یا اتفاقی بیفته، مثلا تصادفی، نمیدونم حادثه، خدایی نکرده دلخراشی، عموما از همه جا اجازه دارم ورود پیدا کنم. ببخشید استادی، من دو نکته فقط کوتاه مختصر میخوام بگم، وقت برنامه نمیخوام بگم. بحثم اینه که از تمام شهروندا خواهش میکنم، این مسئله مشکل ما کل آتش نشان ها و نیروهای امدادیه. اگر لطفاً آژیر آتش نشانی آمبولانسان لطفاً راه بدن. متاسفانه خیلی خیلی این مسئله. من بچه بودم هر کی میرسید از عزیزان شما هی میگفتی بابا راه بدید. نمیدونم ما چرا راه نمیدیم. راه بدیم به هم دیگه. آقا چه اشکالی داره؟ مخصوصا با آتش نشانهای عزیزمون. آره راه به آدم نمیدن. یکی این مورده که خیلی ما رو عذاب میده. دومی موردم که از همه دوستان خواهش میکنم انشالله که هیچ اتفاقی واسه هم وطنهای ما پیش نیاد. تو حادثه جاده‌ای، تصادفات جاده‌ای، لطفاً اگر هر موقع اتفاقی افتاد، تصادفی افتاد، خواهش میکنم تا نیروهای امدادی، چه هلال احمر، چه آتش نشانی، نیومدن مصوم خارج نکنن، چون خیلی از قطع نخایی ها به خاطر خروج ناایمن فرده. خیلی متاسفم. من به نمایندگی مردم سر تعظیم زنده باشم. ممنون. ببرم خدمت شما عزیزان زحمتکش. سپاسگزارم. و باید اعلام کنم با این تفاصیل که جفت گروه ها متاسفانه بازی رو به اتمام نرسوندن و خیلی دوست داشتن،
حالا شاید اینو از شما ارث بردن، بچهای شما آقای علی انصاری و آقای عزیز دلم پاشازاده متین جان، اونم تبعیت از شما کردن، پیش پیش خودشون انداختن تو آب. به همین خاطر امتیاز این مرحله از بازی در به در به طور مساوی تقسیم میشه بین دو گروه 60 و 80 و 300 امتیاز متعلق به دوستان عزیز آتش نشان یعنی گروه 60 و 300 امتیاز هم برای شما. تشویقشون کنید به طور من دست بدید بوسی کنید تا بریم سراغ مرحله بعد بازی به نام خشک و تر. بفرمایید بریم. بله شما بفرمایید آقا، بفرمایید مرحله بعد. زبان قاصر از این همه شور و اشتیاق و حمایت‌های بی‌دریغتون از این دو تا گروهی که تا اینجا هم با مشورت شما اومدن. خب میریم سراغ این مرحله از بازی به نام خشک و تر یا خیس و تر. این مرحله از بازی سه سوال از گروه شستیا کردیم، سه سوال هم از عزیزانمون ثبت و ضبط شده، جواباشون رو فیلم برداری کردیم. الان همون سوالا رو میخوایم از طرفای مقابلشون کنیم، یعنی سوالای 60 رو از 80 و سوالای 80 رو از 60. اگه جوابش منطبق بود، چون اونجا قشنگ مرفع نشینان بی درد اون بالا نشستن به ما ارد میدن، یعنی دستور میدن چی بیاریم براشون چیکار کنیم و اینا. و اگر نه، خنده داشت شروع کردی آتش نشان. اگر نه که به عمق آب‌های ترتمیز و خوشگل و زیبا زیبا فرو خواهدم. اولین سال با اجازه شما، اولین سال از گروه شستیا. شستیا آمده سال آقای انصاری، پسر دینوره، آقای مهدی مالی، آقای پاشازاده، به نظر شما گروه 80 به کدوم بازی تیمی علاقه دارن؟ یک، هفت سنگ، دو، فوتبال، سه، ادابازی یا پانتومیم، چهار، بالا بلندی. بچه هفت سنگ، هفت سنگه؟ نه، نه ببین بازی میکنه. نه ببین اینا این دهی هشتادی هیچ کاری هیچ کاری نمیکنه. دو هشت طلب بلندی سه زمان شریکر سه ادابازی رو نزم پانتومی بیشتر بازی. آره اینا تنبل هم سه. آقا آقا سه 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 مطمئنی؟ بله ببینیم بازی رو. پانتومی 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 خود پانتومی. سال بعد از هشتادیا، هشتادیا، هشتادیا. به نظر شما چه خبری گروه شستیا رو خوشحال میکنه؟ من میگم ثبات اقتصادی، دو خرید خونه، سه خرید خودرو، چهار سفر تفریح. مطمئنی؟ مطمئنی؟ یک یک متی متی میگه یک دریده یک دیگه باید یک کنید یک یک کنید دریتر دستانی وقت بگید میخوای تقلق بگو یک بگو یک بگو یک بگو یک 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 چی؟ یک زمان گذشت آما زمان گذشت ببینیم پاسخو خبر لازه اقتصادی نظرم لازم مالی اقتصاد خیلی مهمه تاثیر میذاره شرایط زندگی تر چند چیزی که ما رو خوشحال میکنه سواد اقتصادیه که آقا تایم گذشت ثانیه بود من گفتم شما بفرمایید پایین زمان گذشت زمان گذشت زمان گذشت ثانیه مونده بود شما ویدیو چک کنید ما داوری رفتید ویدیو چک در خط وی آر دارم وی آر ثانیه وی آر بزن ثانیه مونده بود سال بعد از شستیا به نظر شما گروه 80 از چه چیزی بیشتر
احساس پشیمونی میکنن. یک، دوستی با افراد بیارزش، نمره پایین گرفتن. سه، ورزش نکردن. چهار، پشیمون نمیشن. بچه دوستی با افراد راز نیه هستی به پشیمونی چهار با مشورت دوستان چهار ببینیم پشیمون نداری واسه پشیمون نمیشیم آقا سبینا چرا نرفتم پایین به نظر شما اگه گروه شصتیا میتونستم فقط همراه یکی نفر به ماه سفر کنن چه کسی رو با خودشون نمیدن؟ به نظر شما اگه گروه شصتیا میتونستم فقط همراه خودشون یه نفر به ماه ببرن چه کسی رو با خودشون میبرن؟ عشق و همسر، دوست و رفیق، سه همکار، چهار بچه شون بگم هر کی عشقی داره و آدم با عشق شویه و سفرت هر کی عشقی داره پاسخ رو ببینیم بگیم با عشق با عشق دیگه با خانم هر کی به خودش میگیره آره با خانم بهتر نیست با خانم خانم آیان با عشقش میخواد هر کی بخیر منو نگفتی میگیم عشقم تو بودی به نظرم دهه 60 دوست دارم با عشقشون برن که همسرشون باشه گروه شصتیا به نظر شما اگه گروه 80 ها میتونستن از عزیزانی که از دست دادن یه نفر رو به زندگی برگردونن به چه کسی زندگی دوباره میبخشیدن؟ مادرش نه یک پدر بزرگ دو مادر بزرگ سه دوست صمیمی چهار گزینه یک چهار چهار دستم بسته است والا میگفتم چهار من ببینیم چهار دستم بسته است والا میگفتم چهار چهار نه پدر بزرگ مادر بزرگ خیلی قدیمی پدر بزرگ و مادر بزرگ گروه هشتادی ها به نظر شما اگه گروه شصتیا میتونستن تا آخر عمرشون همه جا یه نوع لباس بپوشن چه لباسی انتخاب میکنن؟ یک کتو شلوار دو پیژامه راه راه وزیرپوش سه شلوار سه خط با کتونی چهار پیراهن گلگلی ببین دوه در شصتیا دو هم بابا من باید شما کردم شهر واسه خط نمیشم این مسخره میگه دوه ببینیم پاسخو پیجامه به نظر پیجامه خشایاری بگیم بهتر خشایاری بودن راه رایی حالا شاید یه سری نهیده باشن راه رایی همه دیدن همه دیدن یکی بوده که شب کردی هم بودش شب کردی هم هست ولی خب الان هم هنوز شب کردی پاشون میکنم آره پیجامه برای زمان ما بود آره اون زمان مخصوص ما بود تیپ اون بود به نظرم پیجامه های راه را بچه بودیم پامون میکردیم همه هم داشتن بعد زیبوشون رو من این سلاخ سلاخ ها بود تشویق بفرمایید آشما ما تو آب نمیریم ببین آخری در میبره دیگه شما چه سواله همه رو به هم دیگه رسوندن و اینو بی مزه کردی شما پدر پسرا تو غلط تو اشتباه گفتن دیگه دو تا پسر دو تا بابا مصرع به هم ریخته را مرتب کنی گویی آخری هرچه خیر هفت عد دارد به عشق هرچه خیر از عشق گویی آره شصتیا اینو بگو هرچه خیر از عشق گویی هرچه گویی از شصتیا عزیز اینو بگو حرف از شصتیا عزیز اینو بگو هرچه خیر از هرچه گویی
کمک کنید دیگه، کمک. بفرمایید. هر چه غیر از عشقویی، هر چه غیر از عشقویی حرف آخری دارد. هر چه عشقویی حرف آخری. ببینیم. کار تمام شد. به غیر از هر چه گویی آخری دارد. به غیر از حرف عشق. با تشویق شما اینا میرم. لب آلتی لب مرزی ما بچه ها گروه اش شدیم مصره به هم ریخته را مرتب کنیم تابان از روی خورشید دلبرا ذره ای توست دلبرا اول داره یا توست یا شما از توست دلبرا ذره ای از تابان ذره ای توست روی دلبر نه میگه که از ذره ای از خورشید روی ذره ای دلبر اولش خورشید بگم بگو دلبرا ذره ای از روی خورشید تابان ذره ای از خورشید تابان روی توست روی توست تمام ببینیم گفتیم یا پای دلبرا درست گفتیم از روی توست درست گفتیم بفرمایید وی ای آر بزنید درست گفتیم بارو بندازید پایینه نه نمیخوره 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 آخر سر تا تن ببره گفتی من اگه تا تخیص نکردم شما رو این پنج جمله را پوچی پشت پوچی میان به این کد پوچی پوچی پشت پوچی میان به این که کد پستی پوچی پشت پنج بار به هر کدوم نه من پنج بار پنج بار هر کدوم زری وایسا پوچی پشت پوچی میان به این کد پستی پوچی پوچی پشت پوچی میان به پوچی پشت پوچی بگو پوچی پشت پوچی میان به این کد پستی پوچی پشت پوچی میان به این کد پستی پستی پشت پستی میان به این کد پستی پستی پشت پستی میان به این کد پستی میخندی؟ به چی خندیدی؟ یه دایی شسته حق نداره به رفیقش بخنده آقای انصاری بفرمایید چگاه کنم بابا رو؟ حاتم روزی را این پسر بگردی به فکر تو بگردی به تو میشین اونجا به مردم میگی؟ چراغا رو خاموش کنید شما اگر مظلوما رنگ گوش نکنید متین بگو متین بگو چیکار کنید بیا بیا شما مقاومت کن مقاومت کن عزیزان کیا موافقن که دهی شصتی ها برن تو آب ماشاءالله ماشاءالله دست بالا ما همه جا سوختیم ای جان بهتر ما این پایین آدم بوریم آدم بوریم آدم بوریم این جمله را پنج بار تکرار کنید یه بار عروش بخونید یه بار عروش بخونید کاره رو لوره کارها رو لره کردن کاره رو لوره کارها رو لره کردن بکن ما رو تو آوازی سوالا نپرس لره کردن کاره رو لوره کارها رو 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 لره کردن نفری پنج بار بگو سری تو کاره رو لوره کارها رو لره کردن کاره رو لوره رو لره کردن لوله کردن لوله برو پایین با تشویق شما با تشویق شما بشین 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 بشین
شد ده شد ده شد سوال میده حال میده در بس دیگه بشم خیش شد عجله ای نداریم برای جنبندی اینجا تو چته؟ بشین امتحان داشته باشی؟ آستانی من دراست شم چه قمی دیم دراست شو ببینم خیلی باش میجون عجب ها اجازه بدی با اجازه بده اجازه بده با خیال ما آقا اونجا سرد کفشی من آقا بفرمایید در خدمت باشی اونجا سرد بفرمایید داخل باید اعلام کنم هر دو گروه 600 امتیاز کسب کردن در مرحله خصوصی به خدا پاس بازی آستانی ما عیزت بودیم ولی گروه 60 سه مرحله بازی رو 1100 امتیاز و گروه 80 با 1400 امتیاز برنده این مسابقه پایان آمد این دفتر حکایت 60 باقی است امیدوارم ما رو از نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون محروم نکنید حتما با سامانه 162 در تماس باشید و اگر احیانا خواستید لحظاتی با دوستاتون، رفقاتون، خانوادتون اینجا بیایید هم مسابقه رو شرکت کنید هم لذت ببرید با این شماره ای که زیر نمایشگرهای شما زیر صفحه نمایشگرهای شما درج شده تماس حاصل فرمایید همه شما رو به خدای ممنون می‌سپارم